انتقال و تشریک اطلاعات بین وسایل مختلف تکنولوژی توسط امواج، تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای عمومیت پیدا کردن موتورهای برقی، آموزش تجارت آنلاین برای زنان افغان و اثر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خر اغلاس. زه وحید فیضیم. یو اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې د غږ د موجونو له لارې د بېلابېلو وسلو ترمنځ ډیټا یا اطلاعات لیږدولی شي. دوی اطلاعات په الټراسونیک یا د غږ له سرعت څخه په چټکو فریکونسیو بدلوي چې د انسان غوږې نشي اوریدلی. له هغه وروسته د همدغه اطلاعات مایکروفون او سپیکر لرونکو وسیلو ته لیږل کیدی شي او ورڅخه اخیستل کیدی هم شي. نور تفصیل په دغه رپورټ. د سونارکس په نامه د ټکنالوژۍ یو اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې له مخې یې د ټکنالوژۍ د مختلفو وسیلو ترمنځ د انسان د اوریدو له قوې اوچتو غږیزو څپو یا موجونو له لارې اطلاعات لیږدوي. د دغه شرکت مسؤلین وایي دوی اطلاعات په الټراسونیک یا ډیرو چټکو فریکونسیو بدلوي چې د مایکروفون او سپیکر لرونکې هرې الکترونیکي وسیلې لخوا اخیستل کیدی او استول کیدی شي. د الکترونیکی وسیلو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې طریقه ځکه ګټوره ده چې د بلوتوت، وای فای او ان اف سی په نامو شبکو د نه موجودیت په صورت کې ډیره ګټوره تمامیږي. موږ یو ډیر عالی کار کوو. هر ډول اطلاعات اخیستلی شو، په غږیزو موجونو یې کود بندي کوو او د دوه داسې وسیلو ترمنځ لیږدوو چې مایکروفون او سپیکر ولري. دا په دې معنی ده چې موږ له یو موبایل تلیفون نه نیولې تر تلویزیون، موټر او د ای ټی ایم د هغو ماشینونو ترمنځ چې سپیکر ولري اطلاعات لیږدولی شو. د سونارکس د شرکت په دغې طریقې کې اطلاعات د غږ په داسې فریکونسیو بدلیږي چې الکترونیکي وسیلې کشفولی شي، خو د هغو لوړو فریکونسیو څخه هم په چټکو فریکونسیو بدلیږي چې د انسان غوږې اوریدلی شي. د دغې طریقې له لارې کارونکي کولی شي د تلیفوني شبکو د کار نه کولو په صورت کې په خوندي توګه یو بل ته لیکلي پیغامونه واستوي او نور مهم اطلاعات سره تبادله کړي. له دغه سیستم څخه د مارکیټونو او روغتونونو په شان لویو سرپټو ځایونو کې چې جی پي ایس سم کار نه کوي د لارموندنې او نقشې اخیستنې په خاطر ګټه اخیستل کیدی شي. هر وسیله چې د سونارکس د شرکت دغه سیستم کاروي به یوه فریکونسي خوشی کوي او زیرک تلیفون به ترلاسه کوي او د هغې له مخې به د ودانۍ نقشه اخلي. زه فکر کوم بلوتوت، وای فای او ان اف سی دا ټول په زړه پورې ټکنالوژي دي، خو د موږ ټکنالوژي ځکه ډیره جامع ده چې پورته ذکر شوې ټکنالوژۍ خپلې نیمګړتیاوې لري چې موږ دغه نیمګړتیاوې لرې کولی شو. د سونارکس له سیستم څخه هر چیرته ګټه اخیستلی شي. د سونارکس شرکت په دغه سیستم سره په الټراسونیک بڼې په ټولو کود بندي شویو خوندي چینلونو کې هم اطلاعات لیږل کیږي چې د پیسو راکړې ورکړې ته زمینه مساعدوي. دغه سیستم چې په بارسلونا کې د موبایل ټکنالوژۍ په نړیوال نندارتون کې وښودل شو، جوړونکي وایي په دې مقصد نه دی جوړ شوی چې د بلوتوت او نورو سیستمونو ځای ونیسي، بلکې هدف یې د دغه سیستمونو د خلاګانو ډکول دي. زمونږ سیستم د دوی تشې ډکوي او په هغو ځایونو کې چې نور سیستمونه کار نه کوي ډیر ګټور ثابتیږي. د سونارکس شرکت خپل دغه سیستم له بانکونو، لویو مالی ادارو او د کورونو د سامانونو د پلور له لویو شرکتونو سره آزمایي او په یو شمیر موزیمونو کې د سرپټو ځایونو د نقشې د اخیستو لپاره د دغه سیستم ځای پر ځای کولو باندې کار کوي. آموزش انجینری فقط آموزش نظری نیست، بلکه استفاده عملی از تجارب و مهارت‌ها را نیز شامل می باشد. ولی برای محصلین انجینری که با مطالعه ساختار و فعالیت جنبه های میخانیکی، سیستم های بیولوژیکی سر و کار دارند، تجربه عملی مشکل می باشد. اما محصلین پوهنتون یو دی سی توانستند با حمایت بنیاد ملی ساینس جنبه های عملی کارهایشان را ببینند. شرح بیشتر در گزارش.
رابرت کلاین با محصلینی کار میکند که ساختار و فعالیت جنبه های میخانیکی سیستم های بیولوژیکی یا انجینیری بایومیخانیکی را در پوهنتون UDC مطالعه میکنند. او سکته مغزی کرد و نیز از بیماری مزمن دسک کمر رنج میبرد و در نگه داشتن موازنه با مشکل مواجه است. هدف این است تا در مورد موازنه معلومات جدید کسب کنیم و اینکه چگونه یک آموزش مشخص می تواند روی بهبود موازنه یک شخص نفوذ وارد کند، به خاطر که بالاخره ما می خواهیم شمار افتیدن ها را در کلان سالان کم کنیم. با حمایت مالی بنیاد ملی ساینس امریکا، انجینیر لارا تامسون این لابراتوار پیشرفته را ایجاد کرده است. این پیشکش بود که وی آن را رد کردن نتوانست. من فکر کردم اگر این لابراتوار را بسازم، آن را مجهز بسازم و فعالیت‌های آموزشی خوب را برای محصلین در آن داشته باشم. محصلین به آن مراجعه کرده و انجینری را به صورت عملی تجربه خواهند کرد. پوهنتون UDC از حیث تاریخی پوهنتونی است که بیشتر محصلین آن سیاه‌پوستان می باشد و نیز یکی از بزرگترین نهادهای تحصیلات عالی در شهر واشنگتن DC می باشد. خانم تامسون می گوید که بیشتر محصلین جوان فقط به کم انگیزه و فرصت نیاز دارند. بیشتر اوقات بخصوص دانش آموزان و ناس یا شاگردان مکاتب معلومات کافی در مورد انجینیری ندارند. آنان در مورد انجینران نظرات و احتمالاً هم برداشت‌های خاص خودشان را دارند. با این برنامه خواستیم با آنان نشان دهیم که انجینری چگونه یک مسلک است. فقط دانستن این که اشخاص متفاوت می باشد و هر کس در بخش‌های مختلف به همکاری نیاز دارد واقعاً کمکم کرد. من می خواهم یک دکتر شوم، بنان کمک با مردم کاری است که من می خواهم آن را انجام دهم. در این لابراتوار تحقیقاتی، محصلین دوره لیسانس پوهنتون با اشتراک کنندگان تحقیق همکاری می کنند. شما می توانید یک تغییر قابل لمس را ببینید و می بینید که عملاً با یک کس کمک می کنید. بنان این آموزش فقط نظری نیست. کاری را که من انجام می دهم می دانم که یک کس را کمک خواهد کرد. خانم تامسون می گوید که برای نسل آینده ساینس دانان و انجینران زمینه آموزش عملی را فراهم می کند. بیشتر کاری را که آنها در پوهنتون انجام می دهند بعد درس های نظری فاکولته ارتباط می گیرد. کار عملی زیاد نمی کنند. انجینری فقط آموختن ریاضی نیست، بلکه شامل بخش‌های عملی می‌شود که ما آن را در این آزمایشگاه انجام می‌دهیم تا محصلین نتیجه خوب کارهایشان را ببینند. رابرت کلاین روز دشوار را پشت سر گذاشت، ولی برای تیم تحقیقی پوهنتون UDC این آغاز کار است. آیا په کومه طریقه چې تاسو خپل تلیفون نسی کولای شئ ساسو د هویت د غلا او جال له مخنیوي سره مرسته وکړي؟ د ګوتو د نخو پشان امنیتی ځانګړتیاوی تر ډیره د جال مخه نیسي، خو د دفاعي خوندیتوب بالقشر د منفعل بایومټریک یا پلاس کې د ټلیفون د نیولو د زاوی څرنګوالی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ. ځیرک ټلیفونونو په الوتکه کې پیر د هر وخت په پرتله اسانه کړی دی، مګر آنلاین پلورونکي څنګه پوهیږي چې دا واقعا تاسې یې چې پیر کوئ؟ یوه له هغو ننګونو څخه چې آنلاین پرچون پلورونکي، سوداګر او په ځانګړې توګه یې مالي ټولنه له آنلاین راکړې ورکړې سره لري، هغه دا ده چې تاسو په حقیقي ژوند کې دا انفرادي کس نه ګورئ. له نو ډیټا امنیتي شرکت څخه ډان ډنکن وایي، زموږ کړنې په برېښنایي کاروبار کې کولی شي د آنلاین شرکتونو سره مرسته وکړي چې وپوهیږي آیا دا یو واقعي کاروونکی دی او یا په غلا شوي اعتبار سره یو څوک دی. دوی دې ته ګوري چې زه څنګه په اپلیکیشن کې خپل معلومات واردوم، آیا د اوږدې مودې لپاره یې کیکاږم او که د لنډ وخت لپاره. زه په اوږدو که په لنډو ورڅخه کار اخلم. زه دا وسیله د نږدېوالي پر اساس څنګه نیسم؟ دغه کړنې چې منفعل یا غیر فعال بایومیټریک ورته وایي، کولی شي د پیرودونکو یو ډیر نوی انځور وړاندې کړي. دا کار د هغې ټکنالوژۍ په کارولو سره کیږي چې لا د مخه په ګرځنده وسایلو کې شته. جغرافیایي موقعیت واقعا د پیژندلو لپاره د پیل ټکی دی. تاسو پوهیږئ چې کارونکی چیرته دی، وسیله چیرته ده او له کوم ځای څخه په اړیکه کې دی او داسې نور. د پاسورډونو یا د ګوتو نښې برعکس چې په فزیکي توګه کارول کیږي، غیر فعال بایومیټریک د پردې تر شا کار کوي، په داسې حال کې چې کارونکي په عادي ډول سره په اړیکو کې وي. موږ په ویب یا د ګرځنده ټلیفونونو په اپلیکیشنونو کې د کوډونو یو څو کرښې لرو او د هغو ټول کار دا دی چې موږ ته له ځیرکو وسایلو څخه معلومات راکوي. موږ دا معلومات څیړو او په ډېرې ځیرکتیا سره یې بیرته ویب یا ګرځنده ټلیفون ته استوو.
حتی د ټایپ کولو سرعت یا د ټلیفون نیولو د زاویې په شان فکتورونه کولی شي د پیژندلو لپاره وسیله شي. او د معلوماتو د غلا په دې اثر کې غیر فعال بایومیټریک په دې معنا ده چې سوداګر نشي کولی یوازې په لاګن او پاسورډونو تکیه وکړي. نو ډیټا د ماستر کارت ملکیت ده، کوم چې د مخې د خپلو سوداګرو لپاره پوره ټکنالوژي په کار اچولي. د اعتباري معلوماتو لپاره د واحد مرکز نشتون د آنلاین خرڅلاو لپاره خطرناک دی. دا کارونکو لپاره په آنلاین بڼه د خوندي معاملې راز د هغوی د ګوتو په څرنګوالي کې دی. احسان لار یوبزی، امریکا غږ. تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید. و در این قسمت برنامه نظر میندازیم به رویدادهای تکنولوژی در این هفته. همکارم سمیر رسولی با ماست. سمیر جان سلام. سلام وای جان بر شما و همچنان بر بیننده های عزیز. قبل از اینکه ما در مورد اخبار جالب از دنیای تکنولوژی صحبت بکنم، بیان که گزارش را از رویدادهای مهم تکنولوژی با هم ببینیم، پس دوباره برمیگردیم و در خدمتتان هستیم. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی، در شهر استن ایالت تکساس در نمایشگاه سالانه موسیقی جنوب امریکا در تئاتر معروف پارامونت، انواع درون ها، ربات ها و ویدیو گیم های جدید به نمایش گذاشته شده بودند. این نمایشگاه سالانه امسال میزبان ده ها شرکت های مبتکر تکنولوژی و افراد تجارت پیشه از سراسر جهان بود. در میان 800 شرکت کننده فقط 50 شرکت توانستند نظریات ساخت تکنولوژی های تازه خود را در مراسم ویژه در این هفته به این فستیوال سالانه بسپارند. در این میان 5 شرکت مبتکر تکنولوژی آستن در این نمایشگاه برنده شدند. سال گذشته شرکت آیکن چاپ 3D برنده فستیوال شناخته شد. در خبر جالب از ژاپن، یکی از شرکت‌های مبتکر در شهر توکیو کشور ژاپن در شرکت کوچک نو ویلچر یا چوکی برای افراد معیوب را به نام پرش می‌سازد. قرار است در مسابقات پارا المپیک سال 2020 این وسیله جدید مورد استفاده قرار گیرد. شرکت اوکس انجینیرینگ نو ویلچر را ساخته است که قبلا در مسابقات حدود 122 مدال را به دست آورد. امسال که ژاپن میزبان مسابقات پارا المپیک یا افراد معیوب می باشد، قرار است حدود 500 ویلچر ورزشی را برای 21 کشور جهان بسازد. این نو چوکی ها به شکل تیزرفتار و امکان دور خوردن ساخته شده است. مانند سایر ویلچرها دو تایر بزرگ در پیش رو و یک تایر در پشت دارد. در خبر جالب از کینیا، یکی از شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین به نام لیتل در آفریقا خدمات خود را گسترش داده است. شرکت لیتل که برای رفت و آمد افراد با فرمایش از طریق آنلاین کار می‌کند، قرار است در ماه می امسال خدمات تاکسی آنلاین را در تانزانیا و گانا نیز اضافه نماید. رئیس شرکت لیتل با سرمایه حدود 50 میلیون دلار این خدمات را می‌خواهد همچون خدمات اوبر در سراسر آفریقا اضافه نماید. شرکت‌های تاکسی فای و اوبر با سرمایه بالاتر در برخی از کشورهای آفریقایی خدمات تاکسی آنلاین را ارائه می‌کنند. شرکت لیتل در کینیا در همکاری با برخی از شرکت‌های خدمات تلفن‌های هوشمند که برای مشتریان کد استفاده آن را بفرستد کار می‌کند. این شرکت حدوداً 10,000 راننده در شهر نایروبی دارد. تریگر فشن استودیوی معروف تولید فیلم های انیمیشن در آفریقای جنوبی اخیراً فیلم رویدادهای زامبیا را عرضه کرد که برنده بهترین فیلم انیمیشن کشورهای آفریقای جنوبی گردید.
شرکت تریگر فیژن از بابت این فیلم حدوداً 34 میلیون دلار عواید به دست آورد. شرکت تریگر فیژن که به هدف تشویق کودکان آفریقایی و با خبری از فرنگای جهانی ساخته شده است، تا اکنون بهترین فیلم‌های انیمیشن یا محرک را ساخته است. قرار است ویدیو گیم های جدید را نیز در تولیدات خود اضافه نماید. و در خبر جالب از ایالت تکساس، شرکت آیکن 3D یا چاپ 3D اولین خانه چاپ 3D یا سیبودی را معرفی کرد. اخیراً ایالت تکساس با مشکلات منازل آسایشی با قیمت مناسب روبرو شده است. شرکت آیکن 3D با استفاده از تکنولوژی چاپگر 3D نو خانه را به نام ولکان 2 که حدود 12 فت بلند است و عرض آن 33 فت است ساخته است. این خانه 3D برای کسانی که طرفدار جای بودیباش کوچک و مناسب هستند در نظر گرفته شده است. بازم خوش آمدید. در آغاز خبری داریم در مورد شبکه اجتماعی فیسبوک. فیسبوک اخیراً به خاطر عدم مراقبت شماره تلفن افراد مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. مدت هاست که فیسبوک گزینه شماره تلفن را برای خصوصی نگه داشتن معلومات و ورود به صفحه فیسبوک شرط قرار داده است. اما اخیراً یکی از کارمندان شرکت فیسبوک اعلان نمود که شماره تلفن افراد مسئولیت ندارد و از این طریق افراد می توانند به فیسبوک و معلومات خصوصی افراد رخنه پیدا کنند. در خبر دیگر، انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس نوع پلنگ روباتیک را ساخته است که می تواند خود را به پشت ملاق دهد. این ربات که مانند یک پلنگ واقعی به سرعت می دود، با کمک چاپ 3D و گزینه سنسر و هوش مصنوعی از رای دور قابل کنترل می باشد. وزن این پلنگ روباتیک حدوداً 10 کیلوگرم می باشد و پای آن قسمی دیزاین شده است که بتواند در سایه بزرگ از زمین بپرد. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی در چین نوع استیمسکوپ یا وسیله معاینه دکتران را به شکل هوشمند طراحی کرده است. این استیمسکوپ که بدون سیم ساخته شده است، بیشتر شبیه یک تکمه است که با گذاشتن آن روی دست یا بدن شما صدای تپش قلب یا جریان خون را شنیده می توانید. بعد از باز کردن اپلیکیشن استیمسکوپ، شما گوشی تلفن را باید روی بدن خود بگذارید، ضربان قلب و صدای جریان خون را شنیده می توانید. قیمت آن حدوداً 80 دلار است و از ماه می امسال به بازار عرضه می گردد. و خبر جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. در میان گزارش‌های تولیدات تکنولوژی، یک شرکت مبتکر تکنولوژی نوع تراکتور را ساخته است که می‌تواند برای دیاقین در زرع و کشت زمین‌ها کمک کند. فلک روباتکس نوع تراکتور بدون راننده که با کمک گزینه هوش مصنوعی و GPS کار می‌کند ساخته است. تراکتور را می‌توان از رای دور کنترل نمود و برنامه کاری آن را می‌توان در اپلیکیشن آن تنظیم نماید. تراکتور به شکل اتومات و هم توسط راننده قابل استفاده است. گروهی از انجینران در انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس MIT یک نوع ربات شبیه ماهی را ساختند که با پرتاب کردن آن در آب قاب‌ها می‌توان در مورد زندگی حیوانات بحری و صخره‌های زیر آب معلومات کافی به دست آورد. این ماهی که با هوش مصنوعی کار میکند زیرک است و از موانع به سادگی میگذرد. ماهی را میتواند از رای دور کنترل نبود و با کمره ها از سطح آب میتواند عکس برداری نماید. و خبر خوش برای گیم بازان. برای علاقمندان گیم پوکیمون، اخیراً یکی از روزنامه‌های مکزیکویی معلومات گیم جدید پوکیمون شمشیر و سپر را که قرار است در پلی استیشن عرضه گردد منتشر ساخته است. گیم جدید پوکیمون مثل سایر گیم ها جالب ساخته شده است و قرار است اواخر امسال به بازار عرضه گردد. و این هم برای عزیزانی که در تلاش معلوماتند. در میان چنل های یوتیوب که معلومات جالب را در مورد تازه تکنولوژی پست می کنند، چنل MITC سیل از اینستیتوت ماساچوستس ویدیوهای کوتاه معلوماتی در مورد پروژه های تکنولوژی شاگردان و پروژه های موفق را در قالب ویدیوهای کوتاه معرفی می کند. اگر دنبال تماشای برخی از نوآوری های دنیای تکنولوژی هستید، این چنل معلومات می دهد. اسم چینل را یادداشت کنید و می توانید ویدیوها را خود شما تماشا نمایید. وای جان، این بود خبرهای جالب ما در این هفته. تشکر سمی جان از حضورت در برنامه. و تشکر از شما هم که تا حال بیننده برنامه کاروان هستین. فراموش نکنید که گزارش های جهان تکنولوژی را
در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروانیز به نشر می‌رسانیم. امید است با ما باشید. آکادمی تجارت آنلاین در افغانستان تلاش دارد تا زنان تجارت پیشه به تجارت آنلاین رو بیاورند. این آکادمی برنامه را روی دست گرفته تا زنان تجارت پیشه را در بخش تجارت آنلاین به گونه کوتاه مدت آموزش بدهند. شرح بیشتر در گزارش جلال میرزاد از کابل. نمایشگاه زنان تجارت پیشه در آکادمی تجارت آنلاین. این نمایشگاه را از بهره فروش و بازاریابی راه اندازی کردند. اما آکادمی تجارت آنلاین روی آوردن زنان تجارت پیشه را با بازارهای آنلاین گام دیگری در توسعه و بازاریابی می‌داند. هدف ما این است که ما اونا را راهنمایی میکنیم تا از کجا شروع بکنن، چی باید بکنن و بالاخره چطور بتونن که در تجارت آنلاین یا با بازار جهانی دسترسی پیدا بکنن. فتانه بیاد، رئیس شرکت تولیدی و صنایع دستی زنان افغانستان که تاکنون تجارتش را به گونه فیزیکی پیش میبرد، میگوید که تجارت آنلاین مرحله دیگر از تجارت مناسب برای زنان افغانستان است. یک خانم که اگر تجارت آنلاین داشته باشه میتونه در پهلوی از او کار خانه خودم داشته باشه و طفلای خودم درست رسیدگی کنه و به خانه خودم هیچ کدام مشکل نداره، چون وقتش هم ضایع نمیشه. چون تجارت آنلاین یک چیز است که تازه در افغانستان جا افتاده و استقبال خوب میشه. افغانستان کشور سنتی است و زنان تجارت پیشه این کشور هم با چالش های فرهنگی روبرو هستند. شماره از زنان تجارت پیشه میگویند که تجارت آنلاین یگانه راه خوب برای رشد سرمایه‌گذاریشان به دور از هر گونه موانع بوده میتواند. در پلی ازی که اینا تجارت وجود فیزیکی دارایی رو پیش میبرن، میتونن که تجارت آنلاین هم پیش برن که از این طریق یک درآمد دوم داشته باشه که به خانم‌ها در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره خیلی بهشان مفید است، چون نمیتونن یا اجازه فامیلی ندارن یا وقتشان لازم نمیدونن که برن بیرون از افغانستان، بیرون از خانهشان کار کنن یا شرایط محیطی مساعد نیست برشان. مسئولان آکادمی تجارت آنلاین میگویند که زنان تجارت پیشه میتوانند از برنامه های آموزشی این آکادمی در بخش تجارت آنلاین استفاده کنند و از تجارتشان درآمد بیشتر داشته باشند. جلال میرزاد، کابل. د سویس په ژنیو ښار کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې د موټر جوړولو ډیر شرکتونو خپل برقي او هایبرید موټر نندارې ته وړاندې کړل. په اروپا کې برقي موټر ته ځکه لیوالتیا شته چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه غواړي د دغې لویې بچې په سطحه د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه په څو راتلونکو کلونو کې راټیټه کړي. نور تفصیل په رپورټ کې. په ژنیو کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې چې اوس هم دوام لري، ډیرو شرکتونو د خپلو هایبرید او برقي موټرو نمونې وښودلې، ځکه دوی غواړي د اروپایي اتحادیې له هغه پلان سره سم خپل تولیدات عیار کړي چې غواړي په اروپا کې د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه راټیټه کړي. د اروپا پارلمان د تیر کال د دسمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې تر 2030 کال پورې د موټرو له سلنسرونو څخه د وتونکي کاربون ډای اکساید کچه 0.15% راټیټه کړي. د موټرو جوړولو فرانسوي شرکت رینو خپل تر ټولو ډیر خرچیدونکي هایبرید موټر وښودل. موږ د خپلو هایبرید موټرو پیشکش د کلیو په موټرو پیلوو. لکه څنګه مو چې تیر کال د پاریس د موټرو په نړیوال نندارتون کې وویل، د ګروپ رینو شرکت د هایبرید ټکنالوژۍ خپل نوی موټر معرفي کوي. دغه برقي موټر د چلولو او د تیلو د مصرف له پلوه یو زړه راښکونکی موټر دی. په ښاري سیمو کې به یې 80% مصرف یوازې برق وي. د 2020 کال په پیل کې به د رینو شرکت د کلیو د موټر داسې بڼې بازار ته راوباسي چې هم به تیل خوري او هم به برقي او هایبرید وي، او د خپل جیپ ډوله کپچر مینی موټر او سراچه ډوله میګن موټر هایبرید بڼې به هم وښیي. تر دې دمه د موټرو د جوړولو د شرکتونو لخوا د برقي موټرو جوړولو فقط یو هدف درلود، او هغه دا چې هغه ډیره ګټه وساتي چې د تیلو د مصرفونکو موټرو د خرڅلاو له امله ترلاسه کیدله، او یو شمیر برقي موټر هم جوړ کړي چې د هوا د نه ککړتیا له قواعدو سره خپل مطابعت وساتي. خو مشتریان تر ډیره حده د برقي موټرو اخیستو ته ځکه زړه نښه کوي چې بیې لوړه ده، چارجول یې سخت دي او تر ډیر واټن پورې چارج نه ساتي.
د فولکس واګن جرمني شرکت غواړي چې د برقي موټرو په تولید باندې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. داسې یو هدف چې بل هیڅ شرکت یې د ترسره کولو توان نه لري. مونږ فکر کوو چې له تیلو مصرفونکو موټرو څخه د برقي موټرو تولید انتقال ته ښه آماده یو. مونږ همدارنګه د اقلیم د بدلون لپاره ټاکل شویو اهدافو ته ژمن یو. مونږ غواړو چې په 2050 کال کې هیڅ کاربن ډای اکساید ونه لرو. مونږ فکر کوو دغه کار امکان لري. کوم تولیدي اهداف مو چې د 2020 کلونو او هم له 2025 څخه تر 2030 پورې ټاکلي پوره کولای شو. زموږ ستراتیژي برقي موټر دی، ځکه موږ پوره یقین لرو چې په راتلونکي کې کاربن ډای اکساید نه تولیدونکي ترانسپورتي وسیلې د پرمختګ سمه لار ده. خو د موټرو د جوړولو د فرانسوي شرکت پی ایس ای رئیس کارلوس تراورس وایي د اروپایي اتحادیې پلانونه د موټرو په صنعت کې د 15 میلیونو خلکو دندې تهدیدوي او آسیا ته ګټه رسوي. زه فکر کوم اروپایي اتحادیې داسې یو هدف ته رایه ورکړې چې په اغېز باندې نه پوهیږي. دوی نه پوهیږي چې پریکړه یې په خلکو څومره اغېز کوي. د دوی پریکړه به د ټولنیز اغېز برسیره ډیر لوی اغېز ولري. زه فکر کوم جاري وضعیت ته په نه کتو د موټرو د صنعت د مسؤلینو او اتباعو خبرو ته په نه اعتنا سره یې دا پریکړه کړې. هغه زیاتوي د کاربن ډای اکساید د ګاز د کچې د کمولو لپاره د اروپایي اتحادیې پریکړه له دغې اتحادیې څخه د برېټانیې د وتلو له پریکړې سره ورته والی لري. دوی داسې فکر کوي چې نننۍ پریکړې به یې په راتلونکي تاثیر ونه لري، چې له بده مرغه داسې نه ده. دود و غبار در شمال کالیفرنیا عمومیت دارد. غبار این منطقه مجموعی از نایتروژن، سلفر، دود و ذرات کثیف می باشد. حالا با کمک تکنولوژی جدید، بمب‌های منازل این منطقه هوا را تصفیه خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش. مواد کثیف که از دودکش موترها بیرون می شود، بزرگترین عنصر آلوده کننده هوا در کالیفرنیا می باشد. ولی گرانولیت یا سنگریزه های خرد مشابه گرانیت ممکن راه حل برای هوای آلوده کالیفرنیا باشد. شرکت تریم پوش بام ها را با این گرانولیت های کوچک مستور می سازد. این گرانولیت ها ذرات مخصوص آلوده کننده را از اتمسفر جذب کرده و به نمک آن را تبدیل می سازد که در آب قابل حل شدن می باشد. نمک روی لایه های بام می چسبد تا اینکه شبنم و باران آن را با خود بشوید. این عملیه یک عملیه ساده کیمیایی است، ولی پوش بام ضد آلودگی هوا نسبت به پوش های عادی قیمت تر می باشد. با آن هم بعضی از مالکان خانه چون جیمز مارتینز می خواهد که سهم خود را ادا کند. اگر از این نوع یک ابتکار که دارای مواد ضد آلودگی هوا می باشد استفاده کنیم، در حقیقت ما سهم خود را ایفا می کنیم. می دانم که این فقط یک بام است، ولی اگر از اینجا شروع شود و هر کسی دیگر آن را انجام دهد، به نرم تبدیل می شود. بعدش کی می داند که نتیجهش چه خواهد بود؟ در حالی که این پوش بام ها واقعا مفید می باشد، اد اول از بخش صحت محیط زیستی پوهنتون ساوترن کالیفرنیا می گوید که این پرسش تا هنوز بی پاسخ مانده است که چقدر مفید می باشد. پرسش بزرگ واقعا این نیست که آیا این پوشش ها کار می کند یا نه، به خاطر که ما نشان داده می توانیم که در یک فضای کوتاه محدود شده و بسته کار می کند. پرسش واقعی این است که در هوای باز آلودگی بیشتر کدام تغییر قابل ملاحظه ای را به وجود می آورد یا خیر. شرکت تریم می گوید که برای کاهش قیمت آنان فقط 5% هر بام را با این مواد پوشش می دهند. این مقدار مساوی است به 3 درخت که هوا را تصفیه می کند. این مقدار زیاده نیست. آلودگی هوا در صورت در کالیفرنیا کاهش خواهد یافت که تمامی بام ها قابلیت تصفیه هوا را داشته باشند. داود دیوانه کاروان هیله ده چه ده خبرونه طول مطلب موفق شیوی. ده خبرونه پا پاکی غوارم یادوانه وکرم. ده خبرونه ده خوالی لپاره ساسور نظرونو او رندیزون تسترگی پلاریو. کاروان ده امریکا غاق پا پختو دری او کاروان فیسبوک پانو پاشبانده بنخ پریگی او تاس کولشه ده خبرونه ده جریان پر محال خپل نظرونه او رندیزونه رسر شریک ری. هیله ده چه تل موکسر پادشه. تر بل خبرونه الله ممان.